صدایی که نیم قرن در فوتبال ایران تنین انداخته محصول تلاش‌های یک قهرمان ملی است. پشت توپ است، حالا ضربه‌شو میزنه، یه ضربه از معدود تحصیل کردگان مدیریت ورزشی ایران و فردی که یک تیم فوتبال را از دسته سوم به یکی از تیم‌های پر افتخار و محبوب آسیا مبدل می‌سازد. او علی عبدوست، بنیانگذار باشگاه پرسپولیس. متولد 1303 از بروجرد. خانواده آقای عبدوی خانواده فرهنگی بودند. پدر بزرگوارشون یکی از مشاهیر فرهنگی ایران بودند. پدر هم متخصص فقه و حقوق اسلامی و از بانیان دادگستری نوین ایران است. برادرش جلال راه پدر را دنبال می کند، قضاوت می کند و سالها بعد از طرف سازمان ملل حاکم کشور گینه بیساو می شود. اما راه علی عبدو جداست. ورزش دوست است و شیفته ی رشته مشت زنی. برایش خواستن توانستن است. صاحب چندین مقام قهرمانی می شود. به آمریکا می رود، جایی که مهمترین مسابقات مشت زنی در جریان است. در دانشگاه مریلند رشته ی مدیریت تربیت بدنی می خواند و صاحب عنوان قهرمانی مسابقه دستکش طلایی در واشنگتن است. به ایران که برمیگردد کوله‌باری از تجربه و دانش در مشت زنی دارد. رئیس فدراسیون بوکس است. باشگاه سیاسی رو تأسیس کرده بودند. رستورانی داشتن به نام چینیک که فعالیت میکردن. البته فعالیت اصلی ایشون در زمینه‌های تجاری بود. بولینگ یکی از زیرمجموعه‌های این شرکت و مرکزی درآمدزاست. با درآمد ناشی از این فعالیت در خیابان کوروش کبیر زمینی به مساحت 2 هکتار تهیه می کند. این نقطه تولد تیم‌های والیبال، بسکتبال و فوتبال پرسپولیس است. سال 1346 است. رقابت بین طرفداران دو تیم پایتخت، تاج و شاهین گرمابخش مجالس است. تاج تیمی است که مشهور به حمایت نخبگان سیاسی است و شاهین توسط عباس اکرامی تأسیس شده و مورد حمایت گروهی از نخبگان فرهنگی است. شعار این باشگاه اخلاق گرایی است. هدف باشگاه شاهین در درجه اول اخلاق بود، بعد تحصیل بود و بعد ورزش بود. یک حادثه سرنوشت پرسپولیس عبدو را به این باشگاه اخلاق گرا پیوند می‌زند. 20 تیر ماه 1346، بازی بین ایران جوان و شاهین. هفتم دوم گویا مسئولین باشگاه شاهین زیر فشار تیمسان سرودی رئیس پدیشن وقت اون زمان و یه سری از عوامل باشگاه تیرانجان اینجا مورد توهین قرار میگیرن و حالا من نمیدونم چی میشه که به رئیس پدیشن به رئیس سازمان تربیت بدنی که چیزایی میگن فردای اون روز تیم شاهین محروم میکنه. سازمان تربیت بدنی به دلیل این درگیری حکم به انحلال باشگاه میدهد. علی عبدو برای حفظ نام شاهین و باشگاهش ابتکاری دارد. پرسپولیس خانه شاهینی هاست. پس از مذاکره با مسئولین شاهین شماری از بازیکنان به پرسپولیس کوچ میکنند. پیراهن سفید شاهین به پیراهن قرمز که مورد علاقه عبدو و آلن راجرز سرمربی تیم است تغییر رنگ می‌دهد. تیم عبدو بازی‌های پرشوری را در برابر تیم تاج و تیم‌های دیگر انجام می‌دهد و تبدیل به محبوب دل‌ها می‌شود. سال 1347 بازیکنان پرسپولیس از طرف برادران خیامی، بنیانگذاران ایران ناسیونال، پیشنهاد جذابی دریافت می‌کنند. از این پس بازیکنان پرسپولیس در قالب تیمی متعلق به ایران ناسیونال یعنی پیکان توپ می‌زنند.
تقریبا 8-9 ماه ما در باشگاه پیکان بودیم، دو تا قهرمانی ما اونجا به دست آوردیم. اما بعد به خاطر شرایطی که به وجود اومد، اختلافی که در سیستم مدیریت باشگاه پیکان به وجود اومد، ما هممون دوباره برگشتیم به باشگاه تست بودیم. مهر سال 1351، فعالیت‌های باشگاه توسعه پیدا کرده. تیم‌های دختران پرسپولیس فعال است و تیم‌های والیبال و بسکتبال نیز پیشتاز باشگاه‌های کشورند. همزمان تیم فوتبال پرسپولیس ستون فقرات تیم ملی ایران است. علی عبدو در یک کنفرانس خبری مسیر جدیدی را پیش پای فوتبال ایران و باشگاهش قرار می‌دهد. پرسپولیس از این به بعد در مسابقات باشگاه‌های تهران که مخصوص تیم‌های آماتوری است شرکت نخواهد کرد و تیم آماتور پرسپولیس در اون مسابقات حضور خواهد یافت. این آغاز حرفه‌ای شدن در فوتبال ایران است. 30 سال پیش از آن که عملاً چیزی به نام لیگ حرفه‌ای ایجاد شود، پرسپولیس تیم حرفه‌ای دارد. باشگاه استادیوم اختصاصی برای تیم می‌سازد و برای تأمین هزینه‌های خود به مصاف بزرگترین تیم‌های جهان می‌رود تا از طریق فروش بلیت اقتصاد باشگاه را به گردش در بیاورد. تنها در سال 51 13 مسابقه با تیم‌های خارجی برگزار می‌کند. ما با تیمایی که آقای عبدو از خارج میومدن دعوت میکردن، ما با تیمایی خارجی اکثرا انگلیسی بودن بازی میکردیم، مثل آرسنال، مثل منچستر یونایتد. بازی‌های پرسپولیس در برابر تیم‌های خارجی که گاه پر افتخارترین تیم‌های جهانند موجب شادی‌های ملی است. روزهای سخت دوباره از راه می‌رسند. هزینه‌های حرفه‌ای سازی فوتبال بیشتر از توان باشگاه است. نه باشگاه‌های رقیب برای عملی کردن این فرایند دست یاری دراز می‌کنند و نه فدراسیون. جبر زمان و شرایط کنونی فوتبال حرفه‌ای را نمی‌پذیرند. ما معتقدیم که فوتبال باید خودش را اداره کند، اما متأسفانه ما را در این راه تنها گذاشتند و حتی فدراسیون فوتبال هم با ما همکاری نکرد. شهریور 1352، شهرآوردی تاریخی میان پرسپولیس و تاج. پرسپولیس گلبارانی به راه می‌اندازد. حسین کلانی یه دن گل زد، ایلیاس دو تا زد، ایلیاس سلیمانی، بعد اومای مرزادی هم 3 تا گل زدن، 4 تاشو منصور رشیدی گل خورد، 2 تاش هم خدا بیامرز ناصر جاوی بازی داد زمین جای رشیدی، 2 تا هم ایشون 2 تا خوردن، شدیم 6 هیچ. نیمه دوم که اومدیم تو زمین، اینا اومدن مثلا 2 تا گل رو جبران کنن، یه گل دیگه هم خوردن، یه گل که خوردن باز اومدن بیشتر جبران کنن که رفت تو 6 تا. حالا تنین شعار ششتایی ها دهه هاست که یادآور این بازی تاریخی است. پرسپولیس همچنان پر افتخارترین تیم در جام تخت جمشید است. مدیریت عبدو برای این کار ویژگی هایی دارد. عبدو به خصوصی بودن باشگاهداری باور دارد. در این فرایند سهم بالای تیم پرسپولیس از تماشاچیان و فروش بلیت در جام‌های مختلف تخت جمشید ظرفیت مالی قابل توجهی را برای تیم ایجاد کرده. در کنار این عوامل بولینگ نیز برای پرسپولیس درآمدزاست. در سال 1355 او طی قراردادی با فدراسیون جهانی بولینگ ایران را میزبان مسابقات جهانی بولینگ می کند. عبدو دوباره در اوج است. همچون ققنوس در دل بحران ها بوده، سوخته و دوباره متولد شده. اما آتش واقعی در زمستان 1356 شعله ور می شود. باشگاه بولینگ در آتش می سوزد. ساختمان بولینگ تهران متعلق به علی عبدو واقع در جاده قدیم شمیران ساعت 6:30 بامداد امروز تومه حریق شد و 3 ساعت در آتش سوخت. خرابکاری یا تصادف، علت ماجرا روشن نمی شود. او می ماند و 20 میلیون تومان ضرر و دلی شکسته.
هر آدمی سرانجام روزی به این نتیجه میرسد که باید بازنشسته شود. قبل از اینکه فلج یا خانه نشین شوم و یا اینکه احیانا فرزندانم یتیم بشن، باید در زمینه ورزش خودم رو بازنشسته کنم. اداره باشگاه را به دیگران واگذار می کند. به آمریکا مهاجرت می کند و چند ماه بعد بر اثر حمله قلبی در می گذارد. موج انقلاب از سر میراث ماندگار عبدو هم می گذارد و آنچه باقی گذاشته، حتی عکس های خانوادگی و وسایل شخصیش هم به تاراج انقلابیون می رود. از سال 1365 پرسپولیس در مصادره بنیاد مستضعفان است و حتی نامش هم از این مصادره در امان نیست. با اینکه سعی بر این شد که اسم پرسپولیس تغییر پیدا بکنه، یه زمانی به پیروزی، یه زمانی به آزادی خواستن این اسم تغییر بدن و نهایتاً در آخر سرش مجبور شدن به خاطر مردم باشگاه پرسپولیس دوباره با اسم پرسپولیس باز دوباره این اسم به ثبت برسه و پرسپولیس برای مردم باشه. پرسپولیس با هر نامی همچنان محبوب است. تیمی که در نبود سازمان اداری که عبدو ایجاد کرده بود، با پایداری بازیکنان و طرفدارانش همچنان میراث ماندگار عبدو را زنده نگاه می‌دارد. حالا ضربه‌شو می‌زنه، یه ضربه فرصت برای دعای توی دروازه، گل برای پرسپولیس.